به رسم هر ساله و با نزدیک شدن به پایان سومین سال مجلس هشتم، دستور اصلی جلسه علنی امروز انتخاب هیئت رئیسه بود. این انتخابات هیئت رئیسه فقط یه تغییر داشت، البته تغییر یه پست مهم که نایب رئیسی اول باشه. بعد از اینکه در انتخابات دیروز فراکسیون اصولگرایان مجلس با هنر تونست برای این پست رأی بیشتری بیاره، ابوترابی فرد طبق قانون نانوشته این فراکسیون دیگه در انتخابات عمومی امروز شرکت نکرد تا با هنر بتونه در رقابت با صدر و پدشیان بیشترین رأی رو برای نایب اولی کسب کنه و صدر هم کماف سابق نایب دوم شد. در جلسه امروز که کمتر از 3 ساعت هم طول کشید، بجز انتخاب اعضای هیئت رئیسه، نماینده‌ها با تحقیق و تفحص درباره واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت هم موافقت کردند. در این انتخابات فقط نام علی لاریجانی به عنوان نامزد صندلی ریاست مجلس دیده میشد. آقای دکتر، به غیر از حضرت علی کاندیدایی الان دیگه اعلام آمادگی نکردن؟ دوستان رأیشون و نظرشون بنویسن رو کارت که بتونن جمع آوری کنن. ولی در عوض نامی از سید محمد حسن ابوترابی فرد برای نامزدی نایب رئیسی دیده نمیشد. نام مسعود پزشکیان هم از طیف اصلاح طلبان که خود را برای نایب رئیسی بهارستان داوطلب کرده بود، در کنار محمد رضا باهنر و سید شهاب الدین صدر قرار داشت. آقای باهنر، آقای صدر، آقای پزشکیان، آقای ابوترابی، آقای ابوترابی تشریف ندارن. رأی‌گیری از بهارستانی‌ها مخفی بود و اونها تلاش می‌کردند دور از چشم دیگران نام رئیس، نواب رئیس و ناظران و دبیران عضو هیئت رئیسه رو انتخاب کنند. آقای رئیس، عرض کنم خدمت شما که خب جایگاه رئیسه جایگاه رفیعی است و واقعا نمایندگان محترم باید آزادانه رأی خودشون رو بدن. این شیوه اصلا شیوه درستی نیست که تو مجلس بعضی‌ها راه می‌افتن به زور می‌خوان اسم خودشون رو کاغذ افراد بنویسن یا به زور از افراد رأی بگیرن. من خواهش میکنم این جریان رو کنترل کنید. هر کسی کاندیدا هست همون بله جای... درسته. دوستان در صندلی‌های خودتون مستقر باشید که این شایبه ای هم وجود نداشته باشه. بفرمایید. بعد از اون که بعضی از بهارستانی‌ها برای سید محمد حسن ابوترابی فرد ابراز احساسات کردند، لاریجانی در پاسخ این گونه گفت: البته این تذکر جاش اینجا نبود، ولی در این حال چون مطلب خیلی مهم و درست بود ما قبول داریم. یعنی جناب آقای ابوترابی از شخصیت‌های نادری هستند که در نایب رئیسی مجلس و در هیئت رئیسه مجلس واقعا یه شأن و جایگاه منحصر به فردی داشتن و خدماتشون هم بی تردید همه دوستان قبول دارن که مورد توجه بود و بنده هم ازشون خیلی استدعا کردم صبح که ایشون تشریف داشته باشن به عنوان نایب رئیس، ولی همین بحثی که آقای غضنفرآبادی فرمودن رو ایشون تکرار میکردن و تحت هیچ شرایطی قبول نکردن. حالا ما امیدواریم که در سمت معاونت قوانین انشاءالله در خدمتشون باشیم. دیروز و امروز هم باز بازار تذکرات و اخطارهای قانون اساسی بهارستانی ها به رئیس جلسه داغ داغ بود. جناب آقای دکتر، همونجور که استحضار دارید ما در آستانه اجلاس اوپک هستیم و وزیر نفت ایران بعد از 34 سال به عنوان رئیس اوپک انتخاب شده. در ظرف چند هفته دیگه وزیر نفت باید بره اونجا و به عنوان رئیس اوپک اجلاس را برگزار بکنه. متاسفانه با اتفاقاتی که داره بیفته، من بعید میدونم این اتفاق ظرف چند روز آینده بیفته، وزیر معرفی بشه و وضعیت ما در اوپک مشخص نیست و واقعا این شایسته نظام نیست. مطابق تفسیری که شورای نگهبان کردن، با حتما فعلا که وزیر نفت رو کنار گذاشتن، سرپرست برای این وزارتخونه قرار بدن که این مشکلی که مد نظر شما هم هست مرتفع بشه. البته میتونستن روش دیگه هم برای ادغام ها در نظر بگیرن. حالا به هر حال این ترتیب در نظر گرفته شد. حالا فعلا با تفسیر شورای نگهبان سرپرست باید بذارن که مشکل اوپک هم وجود نداشته باشه.